أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يزل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. یکی از مباحث مهم این سوره مسئله نبوت بود که چند بار در زمینه نبوت هم مستقیم هم به عنوان جواب شبهه خدای سبحان آیه مطرح میکند. یکی از شبهات منکرین وحی و رسالت این است که میگویند چرا معجزه نمی آوری. این که میگویند چرا معجزه نمی آوری نه برای آن است که حضرت معجزه نیاورده بود یا اگر معجزه بیاورد اینها میپذیرند. این تمرد و سرکشی باعث می شود که اینها نسبت به وحی دهنکجی کنند، هم این معجزه فعلی را آیت و معجزه ندانند و هم هر معجزه و آیت دیگری هم که بیاید اون را رد کنن و بگوین ما تا خودمون بر خودمون نازل نشود نمیپذیریم. یعنی همونطوری که تو میابی ما هم بیابیم، اگر برای تو فرشته میاید برای ما هم بیاید، برای تو کتاب نازل شده برای ما هم کتاب نازل بشود، اگر تو وحی میشنوی ما هم وحی میشویم. خدا تو را بفرستد که ما را هدایت کنی نمیپذیریم، مستقیما خودش ما رو دعوت کنه. تا به اینجا رسیدم که تو از طرف خدا بیایی ما را به بهشت دعوت کنی نمیذیری، خدا مستقیما ما رو دعوت کنه، یعنی مستقیما برای ما نامه بدهد، برای تو فرستاد برای ما هم بفرستد. فرشته بر تو نازل شد بر ما هم نازل بشه، وحی بر تو نازل شد بر ما هم نازل بشه. این تمرد درونی تا به اینجا منتهی میشه. اونگاه خدای سبحان می‌فرماید به این که ما هر معجزه و آیت برای اینها بیاوریم باز اینها ایمان نمی‌آورند، زیرا اینها عادت کردند به سرسپندن در برابر طبیعت و دنیا، اینا بهانه است. بنابراین این آیه کریمه در دو مقام خلاصه می‌شود. مقام اول بهانه‌گیری منکرین وحی است، مقام دوم پاسخی که خدای سبحان میدهد. مقام اول این است که و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. کفار میگویند چرا پیامبر معجزه نیاورد، چرا یک اعجاز و آیتی بر پیامبر نازل نشد. مقام دوم جواب است، قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من انا، که مقداری هم درباره مقام اول دیروز بحث شد و هم درباره مقام دوم. اما بحث مبسوطی که مربوط به هر یک از این دو مقام است، حالا ملاحظه می‌فرمایید که قرآن کریم سخنان منکرین وحی را به تعبیرات گوناگون ذکر می‌کند. گاهی به صراحه می‌گویند اون چه تو آوردی معجزه نیست، ما هم می‌تونیم مثل این حرف بزنیم. گاهی بلکنایه اعجاز قرآن را نفی میکنند، میگن چرا معجزه نمی آوری، یعنی این که آوردی معجزه نیست. گاهی میگویند ما نمیپذیریم مگر اینکه همونطوری که وحی بر تو نازل شده تو کتاب میاری بر ما هم نازل بشود ما هم کتاب بیاریم. این سه مقطع سه مرحله برای منکران هست، یا یک نفر این مراحل را دارد یا تقسیم بندی شده، بعضی حرفشون اون بود بعضی حرفشون دومی و بعضی حرفشون سومی. در مقطع اول میگوین به این که چرا معجزه و آیت نمی آوری، یعنی اون چی که تو آوردی این معجزه نیست. اون همین آیه محل بحث است، و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه، چرا معجزه بر تو نازل نشده. آیه هفت همین سوره هم که قبلا بحث شد همین مفاد را دارد. آیه هفت همین سوره رد، و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه، کفار میگن چرا معجزه بر او نازل نمی شود. این مضمون در آیات فراوان هست،
یعنی این مرحله اول. در بسیاری از سور این بحث هست که اونها میگن چرا معجزه‌ای بر تو نازل نمیشه. در سوره بقره این چنین آمده، آیه 118 سوره بقره: و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیه. این لولا يكلمنا الله نظیر همون مفاد مسئله سوم است که با ما خدا سخن بگوید، که این خواهد آمد. تأتينا آیش مربوط به این مسئله است، یه معجزه بیاد که ما به رسالت تو اعتراف بکنیم. این سخن نوع متمردان است در برابر انبیا، نه تنها یک گروه یا در یک عصر. در همین آیه 118 سوره بقره می‌فرماید به اینکه کذالک قال الذین من قبلهم مثل قوله. متمردان پیشینم مثل اینها اعتراض می‌کردند، می‌گفتند بگی یه معجزه بیا. سرش اینه که تشابهت قلوبهم، طرز تفکرشون هم یکیه، دلهای همه هم یکیه. اگر پیشینیان و ان من القلوب کالحجاره و اشد قسوه بود، دلهای اینا هم همینه، هم طرز تفکرشون یکسان است، هم دلهای همه سنگینه. تشابهت قلوبهم، برای اینکه قد بینا الآیات، ما معجزات رو به خوبی تبیین کردیم، یکی دو تا معجزه نفرستادیم. منتها لقوم یوقنون، این در سوره بقره. سوره انعام جامع ترین سوره است از این نظر که شبهات منکرین وحی را بیش از هر سوره مطرح میکند. به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه، اولا این است که این سوره را سوره احتجاج بنامیم، یعنی تقریبا 40 حجت 40 بار خدا در این سوره به رسول الله دستور احتجاج میداد. قل قل، 40 بار کلمه قل تقریبا تکرار شده. و این گونه از نامگذاری ها تقریبا اعلام بالغلبه است، اون هم نه در زمان معصوم. اون سوره هایی که در زبان معصوم و زمان معصوم در خود روایات آمده، مثل لا صلات الا بفاتحة الكتاب و امثال ذلک، پیداست که نام خود سوره است. اما این سوره ها که به نام سوره فیل، سوره نساء، سوره عنکبوت، سوره انعام و امثال ذلک، اینا اعلام بالغلبه است در زمان بعد از معصوم. الان تفسیرهایی که مال مرحوم سید رضی یا قبل از سید رضی، یعنی 10 قرن قبل هست، این چنین بالاش نوشته: فی تفسیر سوره التی یذکر فیها الانعام، سوره ای که جریان انعام در اون سوره مطرح هست. فی تفسیر سوره التی یذکر فیها البقره، سوره ای که جریان بقره مطرح هست، نه نام سوره بقره و فیل و انعام باشه. کم کم به عنوان تخفیف و اعلام بالغلبه شده سوره انعام، که ایشون می‌فرمودن اگر ما این سوره را سوره احتجاج بنامیم، اولاست که تقریبا 40 برهان در این سوره است. همه شبهات راجع به وحی نبوت قسمت مهمش رو اینجا مطرح کردن. در همین سوره انعام آیه 4ش اینه که و ما تأتیهم من آیتین من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین، هر معجزه بیاری اینا رو برمیگردونه. آیه 8 به بعدش اینه که ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. اگر یک کتابی در یک کاغذی، این کتاب ها که بر قلب تو نازل می شود، تو میگویی وحی بر من این چه نازل شده، اونا میگن معاذ الله تو افترا بستی، کتاب بیار. اگرم یک کتابی با کاغذ حساب شده که اینا بتونن دست بهش بزنن، لمس کنن، یه همچی چیزی هم ما بفرستیم، بازم میگن این سر. اونگاه پیشنهاد میدن که چرا ملک نازل نشده و لولا انزل علیهم ملکون. باز میفرماد اگه ما ملک هم نازل بکنیم اینها ایمان نمی آورند، لکن ملک اگر نازل بشود دیگر خدای سبحان مهلت نخواهد داد. و این بروان آخرین حجت دیگه. در همین سوره انعام آیه 24 به بعد می‌فرماید به این که و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا. ذیل آیه اینه که و این یرو کل آیتین لا یؤمن بها، هر معجزه هم که بیاریم ایمان نمیارن. حتی اذا جاءو که یجادلونک، به عنوان جدال و به عنوان درگیری پیش تو میان، نه به عنوان بحث. در همین سوره انعام دارد، اونها که میان به درس تو، به بحث تو، به اونها سلام بکن.
فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. این ادب مجلس درس رسول خدا این بود. فرمود اون صحابی، اون صحابه، اون افراد که میان به عنوان در صوبه است، و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. اونها که جزء اوساط از شرکت کنندگان درسن سلام را از تو تحویل میگیرند. اونها که جزء اوحدی از شرکت کنندگانند سلام را از ما دریافت میکنند. سلام ما را به اونها برسان. این ادب مجلس درس حضرت که در همین سوره انعام آمده. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. اما گروه دیگر که برای مناظره و برای درگیری می آیند، و ازا جا اکلدین، حتی ازا جا او که یجادلونکه، برای جدال میان، نه برای بحث، نه برای اینکه برهان گوش بدن یا اشکال مطرح کنن، فقط برای اینکه نپذیرن، برای مجادله میان. حتی ازا جا او که یجادلونکه یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین. کفارشون میگن این که تو آوردی معجزه نیست، این اسطوره و افسانه پیشینیانه. همونطوری که در بعضی از امم سخن از رستم و اسفندیار هست، تو هم جریان نوح و ابراهیم رو مطرح کردی برای ما. معاذ الله افسانه میگویی. این هازا الا اساطیر الاولی. این قرآن را معجزه ندانستن و اسطوره پنداشتن و به دنبال معجزه دیگر گشتن است. در همین سوره انعام آیات 108 به بعد ملازم فرمید، فرمود ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هرگز به مقدسات کسی فحش نگویید ولو بت پرست باشه، زیرا اونها هم برمیگردند به معبود شما بد میگویند و این کار صحیح. سب نکنید، فحش ندید، سب غیر از لعن است. دشنام ندهید به معبودهای کسانی که غیر خدا را عبادت می کنند. ولا تسبوا الذین، یعنی معبودهایی که یدعون این بت پرست ها من دون الله. چرا؟ چون شما اگر معبودهای اونها را سب کردی، اونها هم معبود شما را سب می کنند. فیسبوا الله عدوان به غیره. فرمود کارتون سب و بدگویی نباشه، راه برهان را طی کنید. و این هم فرمود اختصاصی به بت‌پرست ها ندارد. هر گروهی طرز تفکر اونها پیش اونها محترم است. کذالک زینا لکل امتین عمله هم. این طور نیست مخصوصی به بت‌پرست ها باشد که بت‌پرست ها بتشون رو دوست دارن، که اگر به بت اونها بد گفتید اونها هم به معبودتون اهانت میکنن. این چنین نیست. نظام بران است که هر امتی معبود خود را و طرز تفکر خود را دوست دارد. شما با برهان مسئله را حل کنید. کذالک زینا لکل امتین عملهم. البته بازگشت همه در روز حساب به خداست. همونطوری که اوائل امر زینت را زین للناس و بشهوات هست، بعد می فهمد زین لهم و شیطان و اعصو و اعمالهم، همین هار به عنوان مجاری کار و معلواسته به خدای سبحان نسبت می دن. اینها مأموران قهر خدای سبحانه. بله دیگه، خلاصه انسان از راه برهان باید با دیگری سخن بگوید. بدگویی خب اونم برمیگردن بد میگن دیگه، بدگویی آسان. خیلی زیننا که خب باشه حواس اینها مبین باشه این نداره. بعد شیطان زینت میده اعمال بد اینها رو چشمشون، یا کار شیطان باید بکنه. ولی نسبت این به خود خدا، خودش نسبت به خودش دیدینه. چون تو بحثای شیطان تقریبا پارسال اونجا گذشت که شیطان نظیر کلب معلم است. اینطور نیست که در نظام بتواند مستقل کاری انجام بدهد. این مثل سگ تربیت شده دستگاه الهی است. هر کس را بخواهد بگیرد به اذن خدا میگیرد. اینطور نیست که شیطان در برابر کار خدا دستگاه مستقل داشته باشد. لذا فرمود ما ایم که شیطان را بر کفار مسلط میکنیم. چندین بار عقل فرستادیم، نقل فرستادیم، وحی و کتاب فرستادیم، صبر کردیم، اونا همه رو پشت سر گذاشتن. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعذهم. از این سگ تربیت شده را به موقع اقرا میکنن تا به جا بگیره، و بر هر کسی هم این شیطان اقرا نمیشه. شیطان برای متوسطین در حد وسوسه تلاش میکنه. این هم یه نعمتی است. وسوسه است که انسان در جهاد اکبر پیروز میشد، ولی وسوسه نباشد که جهاد اکبر اینی.
برای اونها که همه رحمتهای الهی را پشت سر گذاشتن، از اون به بعد است که تحت ولایت شیطانن. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، از اون به بعد شیطان را خدا بر اینها مسلط میکنه. وقتی خداوند ابلیس رو خارج کرد از درگاه ملائکه، خود شیطان گفتش که عزت کلا نغرینهم اجمعین. بله، اغوا را در حد وسوسه نسبت داد. لذا در سوره ابراهیم میفرماد که قیامت کبرا که شد، اینها میگوین، شیطان میگوید بین که لا تلومونی، لومو انفسکم، ما انا بمستخکم و ما انتم مستخی، من هیچ سلطنتی بر شما نداشتم الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، فلا تلومونی و لومو انفسکم، من فقط یه نام دعوت نوشتم دیگه، من فقط گفتم. بله، دعوت کردن مجاز است، وسوسه کردن مجاز است، وسوسه رحمت است. اگر وسوسه نباشد و انسان نجنگد، با هوس مبارزه نکند، که دیگر سخن از جهاد اکبر نیست، سخن از تهذیب نفس نیست. حالا منظور اینها که آیت و معجزه طلب می کردن ملاحظه فرمایید. سب غیر از لعن است. بله، نه، یه وقت است که انسان معبود را، طرز تفکر را، مثلا اگر یک کسی حرفی علیه مارکسیست دارد با برهان اقامه کند، اگر چون چه بخواهد بد بگوید به رهبر یک مارکسیست، او هم معاذ الله برمیگرده بد میگه. بدگویی فرمود کار خوبی نیست، شما فحش بده. اونها شروع کردن، شما جواب بدید، یه مسئله است. اما شما بخواهید ابتداعا به معبودهای اونها بد بگید، خب اونها برمیگردن بد میگن. این تو فقه مشخص شده که سب یعنی دشنام، لعن یعنی تبر. حالا اون بحث وسوسه مبسوطا گذشت، گمراه نمی کنه، برای اینکه وسوسه یک دعوتی است. از یه طرف خاطرات الهامی هست، دعوت انبیا هست، دعوت عقلم هست، از اون طرف یه وسوسه ایست شیطان. اگر وسوسه نباشه که مسئله تهذیب نفس و جهاد اکبر معنی نداره. خب انسان باید مواظب خودش باشه دیگه. اون از بحث فعلی فعلا دوره. آقا شیطان یکی از آیات الهی. بله، رحمت الهی. نه، جهنم هم آیات الهی است، رحمت است، اون رحمت وسیع. نه، به اون معنای وسیع جهنم هم جزء رحمت است. لذا نعمت های خدا را که در سوره الرحمن میشمارد، همونطوری که نعمت های بهشت را میشمارد و اقرار میگیرد، میفرماید فبأی آلاء ربکما تکذبان، سخن از جهنم و سخن از یرسل و علیکم ها شواز و من نار و نحاس و فلا تنتصرام فبأی آلاء ربکم. اون دید کلی، چیزی در جهان نیست که رحمت نباشد. اون رحمت است که به بیان امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه فرمود یا من تسعى رحمته امام غضبه، رحمت خدایی که وسعت کل شی، اون رحمت نقشه کشید، یه جا رو جهنم کرد، یه جا رو بهش کرد و امثال ذالک. جهنم در کل نظام رحمت است. اگه جهنم نباشد، خیلی ها خوفن من النار عبادت میکنن و سعادتمند شدن خیلی ها و برکت خلقت جهنم است. اونها از بحث فعلی ما امروز بیرونه. مراضی فرمایید و اقسمو بالله جهد ایمانهم، اینا با سوگندهای فراوانی قسم یاد کردن که لئن جاءتهم آیتون لیؤمنون بها، اگر یه معجزه بیاد ایمان میارن. گویا این قرآن رو معجزه نمیدون. گذشته از اون معجزاتی که از نزدیک نظیر جزء استون حنانه و مانندان که منبر برای حضرت درست کردن، اون ستون ناله کرد، همه این گونه معجزات رو دیده بودن، مثل که اینها رو معجزه نمیدونستن. و قسمت مهم قرآن کریم که تحدی کرده، این رو اصلا معجزه نمیدونن. لیؤمنون بها قل انما الآیات عند الله، از پیامبر معجزه میخواهی؟ پیامبر مأمور خداست، اعجاز پیش خداست، هر وقت خدا دستور داد به اذن خدا معجزه می آورد. اما شما بهانه می گیرید نه اعجاز طلب کنید. فرمود به ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون، مؤمنین بدانید که این کفار بهانه می گیرند، برای اینکه ما چندین معجزه آوردیم قبول نکردن، و اگر اعجاز بیاریم این چنین نیست که اینا بپذیرن، که اینا نمیپذیرن. نشانش اینه که ولو اننا، آیه بعدش، یک آیه بعد، ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا
و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا. هر پیشنهادی هم که اینا میدن اگر این پیشنهادها رو ما عملی کنیم باز ایمان نمیارن. بگن ملائکه نازل بشود، اگر فرشتگان نازل بشود اونا ببینن ایمان نمیارن. میگن مرده های ما را زنده کنید، اگر مرده هاشون را احیا کنیم با اینها گفتگو کنند باز ایمان نمیارن. و اگر بسیاری از مرده ها مقابل اینها محشور بشوند باز ایمان نمیارن. پیداست که دل به طبیعت سپرده شده و مرده است، دنبال بهانه میگردن. ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله ولکن اکثرهم یجهلون و کذلک جعلنا لكل نبی عدوا. در همین سوره انعام اون مرحله سوم هم مطرح است، یعنی گفتن ما هرگز ایمان نمیاریم مگر که بر خود منازل بشود. آیه 124 همین سوره انعام، همود و ازا جاعت هم آیتون، اگرم یه معجزهی بیاد قالو لن نؤمنه حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. اینطور نیست که شما یه معجزه بیارید ما اطاعت کنیم، همونطوری که بر شما نازل میشود بر ما هم نازل بشود. اگر وحی بر تو نازل میشود بر ما نازل بشود تا ما بپذیریم. صرف این که تو معجزه بیاری ما تسلیم بشیم این چنین نیست. لن نؤمنه حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. در اون آیات همین سوره انعام که قبلا خونده شد که و اقسم و جهد ایمانهم، که اگر یه آیه بیاید لیؤمنون بها، ملاحظه فرمودید حرفشون این بود که اگر یه معجزه بیارید ما حتما میپذیریم. الان میگن تو معجزه بیاری ما نمیپذیریم مگر اینکه بر خود ما نازل بشود. یعنی رسیدن مرحله سوم. اول قرآن رو معجزه نمیدونستن، میگفتن اسطوره است، میگفتن یه معجزه دیگر بیار. در آیات سوره انعام آمده که ما اگر هر معجزه هم بیاریم نه تسلیم نمیشن. اونا گفتن یه معجزه بیاری ما تسلیم میشیم. قرآن کریم فرمود سوابق فراوانی داره، تسلیم نمیشه. در این آیه 124 سوره انعام گفتن که اگر معجزه بیاری برای ما حجت نیست مگر اینکه خود ما معجزه رو دریافت کنیم، یعنی همونطوری که بر تو نازل میشد بر ما هم نازل بشه. نه، نه اینکه رسول خدا اخبار غیب میفرمود، سخن از خدا و قیامت و بهشت و جهنم و احکام و اینها، از حضرت سوال میکردن که اینا کی میگه، میفرمود که فرشته بر ما نازل میشه، فرشته بر من نازل شده این دستورات رو داده ما اطاعت کن. اونا میگن که نه ما به گفته تو ایمان نمیاریم، فرشته بر خود ما نازل بشه ما اطاعت کنیم. این معنا هم در سوره انبیاء آمده، هم اجمالش که در سوره مدثر آمده. در سوره مدثر این چنینه، آیه 52 سوره مدثر میفرماید که بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. اینا تک تکشون میخوان یه کتاب برشون نازل بشه. ما این کتاب عمومی را فرستادیم، انا ارسلناک للناس کافه، و گفتیم هذا بیان للناس، این قرآن دعوت عمومی است. اینا میگن ما به دعوت عمومی شرکت نمیکنیم، باید برای تک تک ما دعوتنامه خصوصی بیاد. یعنی همونطور که تو دریافت میکنی ما هم دریافت بکنیم، بر تو نازل میشه بر ما هم نازل میشه. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره، کتابهای باز و منشور اگر بر پیامبر نازل بشود اونها نمیپذیرن، باید بر تک تک اینها نامه نازل بشود، بر تک تک اینها وحی نازل بشود تا بپذیرن. بله، اون مؤمنی میپذیرفتن، اون متمردین زمان موسی و عیسی و ابراهیم علیهم السلام مثل متمردین زمان خاتم علیهم السلام که قد تشابهت قلوبهم، طرز تفکرشون اینه که یا اون چرا که انبیا آوردن معجزه نمیدونستن، یا میگفتن اگر معجزه است ما هم بر خودمون نازل بشه تا بپذیریم، ما به طبق دعوت تو نمیاییم. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره، بازترش در همین سوره انعام است
که گفتن لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، بر تو نازل شده بر ما هم نازل بشود تا ما بپذیریم و وحی رو از نزدیک درک کنیم و بو ایمان بیاریم. و در بعضی از آیات هست که اون چرا که تو به عنوان قرآن عرضه می کنی و آیت الهی می شماری اسطوره است، لو نشاؤ لقل لا مثل هزا، ما مثل این می تونیم بیاریم، این که معجزه نیست، یه معجزه دیگر بیار. ما هم اگر بخواییم مثل این می تونیم بیاریم، که مال مقطع دومه از این امور سگانه بود، چون یه قسمت بالالتزام می گفتن قرآن معجزه نیست، یک مقدار به صراحه می گفتن قرآن معجزه نیست، اون این آیه است که لو نشاؤ لقل لا مثل هزا، این هزا لا ساتور الاولین، یه سلسله قصص و اسطوره ها رو جمع کردی برای ما میخونیم، ما میتونیم بسیم بخونیم. قسمت سوم اینه که میگوین ما تا خودمون وحی را نیابیم ایمان نمی آوریم. این هم در سوره انعام آمده که لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، هم در سوره مدثر آمده که بل یرید و کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. بله، یعنی بو معجزات پیشنهادی که میگفتن یا این کوه ها رو کناتر ببر، اینجا دشت وسیع بکن، یا این سرزمین خشک و سوزان رو به صورت چشمه‌زار در بیار، یا اینکه اویدکون لکه بیتون من زخرف باشه، یا فرشته تو رو تأیید کنه، یا لکه ذهب و فضه باشه، یا مالدار فراوان باشی، یا درخت ها و باهای فراوان داشته باشی، یا این کوه های مکه رو کنار ببری، یا این دشت مکه رو پر آب بکنی. این گونه از معجزات را پیشنهاد می دهد. نه، اصل اجازه می پذیرفتند، جریان موسی و عیسی را می پذیرفتند، می گفتند بگی تو هم یه عصای اژدها کن، تو هم وزر ابلهام طریقا فی البحر یبسا کن. بله، این ماله اون مرحله سومه. انسان وقتی که به جایی رسید که ختم الله علی قلوبهم، هر آیه هم که خدای سبحان به وسیله انبیا به اونها ارائه بده ایمان نمیارن. بله دیگه، اونم مرحله سومه دیگه. منتها اونجا گفتن که نرا ربنا اول ملائکه، این رو در سوره فرقان بود که خدای سبحان که دیدنی نیست، نه دنیا نه آخرت، اما ملائکه را یه روزی میبینید. یوم یرون الملائکه یوم ازین للمجرمین یقولون هجرا محجورا، یه روزی میرسد که ملائکه را میبینید. در این مقطع سوم اونها حرفشون بود که بر خودمون نازل بشود. حالا ملازم فرمید که قرآن کریم همه سخنان اینها رو در اون امر اول که بهانه گیری اینها بود در سه مرحله ذکر میکنه، بعد میفرماد به اینکه اینها دنبال بهانه، هدایت و زلالت با معجزه نیست، معجزه زمینه را فراهم میکند، اون انسان است که باید در برابر معجزه بیندیشد و تمکین کند و سرکشی نکند. نشانش آنه که بسیاری از آیات و معجزات را به دلخواه اینها، به پیشنهاد اینها ما فرستادیم، اونا در برابرش ایستادن. جریان ناقه صالح اینطوره، گفتن یه همچین ناقه‌ای با این خصوصیاتی بیار ما ایمان بیاریم. آورد، نه تنها ایمان نیاوردن، فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخافوا عقباها. پس هم شده این طور نیست که انسان اگر به طرف فساد برود خودش بتونه کنترل بکنه. رفت اینی که حضرت داد میکشه فعینه تذهبون، کجا میری؟ انسان به جایی میرسد که هر معجزه ای را با اینکه آیه بینه حق است ببیند ایمان نمیاره. فبود ولئن اتیتهم بكل آیه ما تبعوا قبلتک، که نه وارد مقام ثانی بحث است که معجزه زمینه فراهم میکند نه عامل تحقق ایمان باشد. انسان باید در برابر او یک عقل و انصافی داشته باشد و بشیند و سرکشی نکند. فرمود تو هر معجزه بیاری این طور نیست که اینهای دلباختگان به دنیا تمکین بکنند که به این آتیتان به کل آیت ما تبعو قبلتک، این چنین نیست که. مگر جریان ناقه صالح را برای اینا نمیخونی؟ اینا پیشنهاد دادن که یه همچین ناقه با این خصوصیت بیاد، خب آمد دیگه، ایمان آوردن. یا فعقروها فتعاتا صاحبهم فتعاتا فعقر، صاحبشون رو کسی رو اقرار کردند و گفتن تو ای رو پی کن و اینم پی کن. این شده معجزه پیشنهادی اینها. اگر دل در اثر تیرگی و تاریکی به جایی رسید که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، این دل هر معجزه‌ای را ببیند ایمان نمی آورند. لذا
در وارد مقام ثانی بحث میشیم، یعنی بعد اینکه حجت را خدای سبحان تمام کرده فرمود این جریان رو ببین، چندین معجزه رو که تو آوردی نپذیرفت، چندین معجزه که انبیاء پیشین آوردن نپذیرفتن، حالا وارد مقام ثانی بحث میشیم که هدایت به ضلالت تنها به استناد اعجاز نیست، اعجاز زمینه ساز است، منتها یک تأمل و اندیشیدن و در خود فرو رفتن و خدا را شناختن و امثال ذلک لازم دارد. در سوره انفال این چنین می‌فرماید: زمینه بحث مقام ثانی را فراهم می‌کند که بی ارتباط با مقام اول بحث نیست. آیه 30 به بعد سوره انفال می‌فرماید که وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار در نقشند که صدای تو را خفه کنند. اگه یه وقتی پیشنهاد معجزه میدن بهانه است، تلاششون اینه که صدای تو را خفه کنند. وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، مکر و دسیسه کفار درباره تو اینه که لیثبتو که یا حبست کنن، همونجا بازداشت کنن، او یقتلو که شهیدت کنن، او یخرجو که تبعیدت کنن. تمام اینها رو به عنوان مکر و دسیسه طرح میکنن، در نقشه میکشن که یکی از این کارها رو بکن، یا بازداشت یا اعدام یا تبعید، این نقشه رو میکشن. و یمکرون ولی و یمکر الله و الله خیر الماکرین. و ازا تطلا علیهم آیاتونا، آیات الهی بر اینا خونده بشود، قالو قد سمعنا، میگن بله ما اینها رو شنیدیم، اما لو نشاؤو لقلنا مثل هذا، ما هم میتونیم مثل این حرف بزنیم، اینه که آیات نشد که، اینه که معجزات نشد. با این که رسول الله فرمود ما منازعه ای نداریم، میگیم من یه نفرم درس نخوندم این حرفا رو زدم، شما همه درس خوندهاتون جمع بشید یه سوره کوچک مثل این بیارید. اونا متمردانه میگفتن بله ما هم بخوایم مثل این میتونیم بریم، اما خب بیارید دیگه. از اون طرف در یکی از این امور سگانه مکر رو دسیسه داشتن، یا بازداشت یا اعدام یا تبعید. حرفشون این بود که لو نشاؤو لقلنا مثل هذا، این هذا الا اساطیر الاولین، این اسطوره هاست. ولی در همین سوره انفال آیه 22 بعد ملازمی فرمود که خدا راز درونی اینها را روشن کرد، فرمود این شر دواب عند الله، بدترین جنبنده ها پیش خدا، از صم البکم الذین لا یعقلون، اینا صمن از هم من کرند، حرف حق در گوششون فرو نمی رود، چون حق در گوششون فرو نرفت از زبان ایشون هم حق بیرون نمی آید، چون از هم من ابکمند، چون سمند بکمن، چون کودکی که گنگست کر است، چون حرف زدن را از گوش یاد میگیره. همون اونایی که گوش ندارن که خب زبانم ندارن، از چرا انسان از زبان او حق بجوشد؟ چون حق در گوشش وارد میشود. اگر کسی گوش بدهکار به حق نداشت، زبان حق رو هم نداره. لذا ممکن نیست کسی ابکم باشد مگر اینکه قسم است. همون سمندو بکمم و عاقلم نیست، از سم البکم الذین لا یعقلون. ولو علم الله فیهم خیرن لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، اگر خیری صلاحی در اینها بود خدا حق رو به گوش اینا میرسون، اگر هم برسونه نمیپذیرن، اگر هم همه آیات و معجزات را به ایشون ارائه بدهد نمیپذیرن، بل اینکه اونی که میپذیرد قلب است، قلبم که به طرف طبیعته. اگر شما کاسه ای را دهنش رو به طرف زمین قرار بدید، هر چه بارون که بیاد یه قطره که کاسه نمیره، قلبی که متوجه شد عالم طبیعت است، هر چه موعظه از بالا بیاید که چیزی در قلب نمی نشیند. اون که قلب است باید بگیره که نمیگیره، و غیر قلب هم کار انجام نمیده. شما اگه یه درختی رو کنار یک نهری تمام این شاخه هاشو خم کنید تو نهر، اینکه سبز نمیشه که، باید به پای این درخت شما آب بریزید، و الا سرش خم بکنید تو نهر که این سبز نمیشه که. اگر قلب نپذیرفت، هر چی شما تو چشم گوشش فرو نمیره که، بخونه گوش بده، این باید در قلب بشیند، قلبم که منکوسه. اگر عده‌ای در قیامت سر به زیر محشور میشوند و رو ترائز المجرمونه ناکسو رؤوسهم، مثل حیوانات سر به زیرن، سرفراز نیستن، برای اینکه سر به طرف طبیعت، تمام همش اینه که از طبیعت و از گل در بیاره، از زمین در بیاره، زمین و زینت بده و با دست خالی بره، کار دیگه نداره. یه همچه آدمی ممکن نیست حق در جانش اثر کنه،
ولو اسمعهم لتولوا و هم معرضون. اگر سخن به اینجا رسید، اونگاه مقام ثانی بحث آیه سوره رعد روشن می شود که فرمود اونها معجزه طلب می کنند. حالا روشن شد که قرآن را یا بل التزام معجزه نمی دانند مثل خیلی از سور، یا به صراحه معجزه نمی دانند مثل آیه سوره انفال که لو نشاء لقلنا مثل هازا این هازا الا اساطیر الاولین، یا در مرحله سوم متمردانه می گویند که لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. اگر این مراحل سگانه گذشت و وارد مقام ثانی بحث که شدیم، معلوم می شود که خدا می فرماید قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من انابه، که توضیح مقام ثانی به خواست خدا در جلسه بعد. الحمدلله.